من میگم که اگه میخوای به اون استقلال بخوای دست پیدا کنی باید بجنگی باهاشون. آره. باید جنگیدن این معنی نیستش که تو بریزی خونه رو به هم فرار کنی از خونه فلان کاری بسای کنی، نه خودتو باید ثابت کنی، جنگ ثابت کردنه. آره. سلام، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه های ما. من پارسیلا رسولی هستم. منم حسین افشاری هم. این سری خانم رسولی شروع کردش برنامه رو. خانم رسولی جان، ما سری قبلی باشه سنگ‌خور از قیچی بازی کردیم با هم دیگه، موضوعتون انتخاب شد و الان در مورد موضوعی که من هفته پیش گفتم قرار صحبت کنیم. موضوع چیه؟ در مورد پدر و مادرهای سمی. نه، پدر مادر سمی یکی از پادکست هایی بود، یکی قسمت از یکی از پادکست هایی یکی از دوستان یادم نمیاد اسمش چی بود که من برای بچه هم میذارم، ولی موضوعش همون شکله تقریبا. ولی موضوعی که ما میخواییم در صحبت کنیم اسمش میشه جنگ با پدر مادر، یا مثلا بجنگ تا بجنگ. داستان چیه؟ داستان چیه؟ تو باید بگی، چون در واقع این سوژه از طرف تو مطرح شد. من حالا شروع کنم تعریف کردم. موضوع اینجوری بود که ما تو دفتر هفته یه بار میشینیم بچه‌ها با هم دیگه صحبت می‌کنن. توی هفته‌ها که حرف می‌زنیم بیشترین موضوعی که در موردش صحبت میشه استقلال از خانواده است، یعنی استقلال پیدا کردن یک شخصه. و مشکلی که باهاش بیشتر از همه مواجه میشن اینه که پدر مادرشون باهاشون در حال مبارزه و جنگه که نذارن بچه‌هاشون از خونه‌شون جدا بشن. مثلا چیکار می‌کنن پدر مادر؟ ببین مثلا اینه که یه سری کنترل‌گری ها دارن، از سخت‌ترین و خیلی مثلا تاپ لول‌ترین بچه‌ها بگم که مثلا از ساعتش و از رفت و آمدش و دوستای دور اطرافش و اینا همه گیر میدن بهش که کی هستش چی هستش، که حتی جرئت نمی‌کنه با خانواده در میون بذاره که من می‌خوام از خانواده و از خونه جداشم برم توی خونه واسه خودم زندگی کنم، تا رسیده به بچه هایی که دارن جدا میشن، میخوان یعنی پولشون رو جور کردن، همه کارشون رو اوکی کردن، میخوان از خونه برن و پدر مادر دیگه به جای اینکه با اونا بجنگن کاری انجام میدن که عذاب وجدان میدن به بچه ها که اگه بری اینجوری میشن من ناخودآگاه هم هست همش. و این نقطه خیلی نقطه عجیبیه، خیلی هم تا اونجایی که میدونم آدما درگیرشن. ما گفتیم بشیم نمایش صحبت کنیم، اگه میتونیم راهکار بدیم، اگه میتونیم در موردش حرف بزنیم، اگه پیشنهادی داریم به بچه‌ها بدیم. این جلسه هم این قسمت هم قسمتیه که نمیخوایم پراکنده صحبت کنیم، از ساید پدر مادر کاری نداریم به قضیه و فقط میخوایم ساید بچگی و بعدش و قبلش و نام کاری نداریم، فقط تو زمانی که داریم صحبت میکنیم، زمانی که آدم ها میخوان جدا شن از خانواده، میخوان یعنی استقلال پیدا کنن، اون استقلال بله استقلال پیدا کردن رو میخوان در موردش صحبت آره. ولی یه چیزی هم هست دا که این استقلال پیدا کردنه یعنی مستقل شدنه قبلش همین یه سری مراحل، دقیقا مثل همینی که بله. کجا میری، با کی میری، چه ساعتی میای، دوستات کیان، نمیدونم بله. از اینا شروع میشه دیگه، دقیقا از اینا شروع میشه تا میرسه به این مرحله. من چیزی که میدونم فکر میکنم اینه که ما از هر سن، از یه سنی از مثلا دبستان راه نمایی که یه ذره بزرگتر میشیم به بعد شروع میکنیم با خانواده جنگیدن سر اینکه من میخوام با دوستان برم بیرون، من میخوام دیرتر بیام خونه، من میخوام مثلا مشقامونم فلان کنم، من خودم میخوام فلان کنم، یا مثلا میری توی پیش دانشگاهی که یه ذره دستت آزادتر میشه دیگه، ساعت کلاسات یه ذره بیشتر دست خودته و این حرفا. همینجوری هی بزرگتر که میشی با یه سری چالش ها و استقلال ها با استقلال های مختلف روبرو میشی که چالش برانگیز میشه برای خانوادت. دقیقاً. این که مثلا تو خانوادت تو سنت زیاد میشه، کارهای خوب خطرناک هم زیاد میشه. آره. یعنی وقتی که استقلال میتونی پیدا بکنی، وقتی میتونی که میفهمی که مثلا توی نوجوانیت یه سری تغییرات تو ایجاد میشه، از اون برم خطر بیشتر میشه. آره. و خانواده فکر میکنن که خطرناک‌تره. حالا امکان داره مثلا رابطه باشه، امکان داره سیگار باشه، نمیدونم اعتیاد باشه، هر چیزی امکان داره خطرناک بشه اون موقع. اینجا جاییه که آدما با هم دیگه میجنگن، یعنی خانواده با بچه‌هاشون میجنگن. و دقیقاً از همین سنه که بچه‌ها میتونن خودشونو ثابت بکنن، یعنی میدونی بله. اگه یک سری کارها رو انجام بدن و خانواده ببینن که خب اوکی این پس این بر اومده، همینجوری لول به لول هم آفرین، این خیلی مهمه. آره همینجوری لول به لول هم خانواده مثال بزنم. آره
بگو بقیش. تو بگو. مثال بزنم. مثالش این شکلی میشه که تو پدر مادر بهت میگن 8 شب خونه باش مثلا. خب یه بار 8 شب نمیای، دو بار، سه بار 8 شب خونه نمیای، ولی ثابت میکنی که اگه من دیر بیام تحت الحفظا، ثابت میکنی که من دیر میام، دیر نمیام دروغم نگفتم، مثلا فلان جام کار اشتباهی انجام ندادم، بعد کم کم لول رو کم میکنی. اینجوری میشه که گیرشون میفهمن که تو قابلیت اینو داری که پس خودت بر بیای، اینجوری پس با تو نرم تر میشن. ولی اگه نه همش بگن 8 شب تو همش هم 8 شب خونه باشی، یا از اون ورم بپیچونی و مثلا دروغ بگی گندش در بیاد، اونم به همون نسبت بد میشه، باعث میشه آره، یعنی اونا باز کنترلگری بیشتری روی شما اجرا میکنن. مثلا در زمان ما، من خودم یادمه که استراتژیم پیچوندن و دروغ گفتن بود دیگه، برای اینکه یه سری جاها رو قبول نمیکردن. خب پدر مادر بالاخره پسر بود، نمیدونم یه سری اتفاقا می افتاد، یه چیزایی بود، خب پدر مادر می گفتیم قبول نمی کردن، مجبور بودیم که بپیچونیم. خب یا هندل کنم. خب بریم، تایم زیاد نداری با هم دیگه صحبت کنیم، من اینو بچه ها اینجا نگهش دارم. خب آره. بعد به همون نسبت میگم در زمان ما مثلا میپیچوندیم دیگه، یعنی کار نمیتونستیم من بگیم. الان البته همینه، خب یه سری جاها واقعا پدر مادر قبول نمیکنن. بله که مثلا خب بچه‌مون داره میره فلان مهمونی یا همچین چیزی، آره قبول نمیکنن دیگه. من میگم که اگه میخوای به اون استقلال بخواد دست پیدا کنی، باید بجنگی باهاشون. باید جنگیدن این معنی نیستش که تو بریزی خونه رو به هم، فرار کنی از خونه، فلان کاری بسای کنی، خودتو باید ثابت کنی. جنگ ثابت کردنه. آره باید خودتو ثابت بکنی که آقا دقیقاً. من به یه مرحله رسیدم، حالا درسته که مثلا چه میدونم توی 15 16 سالگی هم ما فکر میکردیم که آی دیگه الان عالمه، آره دهریم، عالم دهریم، ولی در صورتی که اینجوری نبودیم. خب 100 درصد آره، یعنی یه سری اتفاقا برعکسشه ها، فهمیدیم که فکر کنیم درست، ولی اشتباه کردیم زمان. ولی اگه اون تجربه ها نبود الان پخته نمیشدی. آره یعنی قطعا تو تجربه ای نداشته باشی، نری خطا نکنی، واسه تو این اتفاق نیفته، تو بزرگ نمیشی. اینو فکر میکنم که پدر مادرها یادشون میره، سعی میکنن بچهشون رو توی یک حباب خیلی مراقبت شده ای نگه دارن، در صورتی که اون حباب بالاخره اون خارج میشه از اون حباب یه روز. حالا ازدواج میکنن، معمولا ازدواج میکنن، میرن تو ازدواج خراب میکنن. آره. برای همین انقدر آمار طلاق میره بالا و خیانت همین، در صورتی که این میتونسته تو تجربه های زندگیش این تجربه داشته باشه و وقتی خواسته ازدواج کنه دیگه با تجربه خیلی بیشتری ازدواج کرده باشه، دیگه به مشکل نخوره. مثلا حرف میگم، من یه راهکاری داشتم موقعی که در سن بلوغ بودم، برای اینکه خب مامانم قبول نمیکرد دوست پسر و اینا، منم اصرار داشتم که نه من باید به تو بگم که من دوست پسر دارم، چرا تو نباید بدونی؟ بعد اون گفت نه مثلا یعنی چی؟ خوب کار میکردی تو. آره و کار درستی میکردی. الان داره یادم میفته بهش میگفتم، گفتم که چی دوست داری که مثلا مخفیانه این کارو بکنم؟ خب بیا این الان فلانیه، بله. فلان سالشه، اینجوریه، ما با هم دیگه دوستیم. بله انقدر که گفتم و مقاومت کردم، پذیرفتم و دیگه به یه جایی رسیده بودیم که دیگه اینجوری مامانم با دوست پسر من این درست باور کن داشت. این درست ترین حالت ممکنه. آنه. منم یادمه مثلا تو دخترم و من برادر خواهرم هم جرئت نمی‌کردم این کارو کنم دیگه، اون زمان با پدرم رو در رو می‌کردم، خیلی کار سختی بود، خیلی کار سختی بود، ولی من این کارو می‌کردم که این قضیه عادی بشه. این جنگی که داریم بهش میگیم جنگ با پدر مادر، منظور واقعا نیست که بری بزنی دعوا کنی پدرشون رو در بیاری، نه، باید خودتو ثابت کنی. اگه خودتو ثابت کنی مطمئن باش که زندگی خوبی خواهی داشت و زودتر مستقل میشی، ولی اگه نه طبق قانون اونا زندگی کنی و هر چی که اونا بگن اجرا کنی، هیچ وقت استقلال پیدا نمی‌کنی و بذاری که اونا بهت اونا باج بدن. بله. آره بذاری اونا بهت باج بدن، مثلا سر اگه باج بگیری ازشون که هیچی هست. سر همین ماجره مستقل شدن تو یه چیزی داشتی میگفتی اون موقع چی بود؟ اگه میای مثلا خونه بابات بهت میگه مثلا یه 10 میلیون بذاری جیبت، بگی باشه بذاری جیبت، خب معلومه که اون باج داده به تو، چون نمیتونی از جدا شدن حرف بزنی، چون تو ذهن خودت میگی حالا به من یه پولی داده، من یعنی دقیقا ببخشید حق و سکوت،
میگه میده بهت که خسته شیده هست. آره واقعا دیگه خب نباید بگیری، باید بری زور بزنی، تلاش کنی. استقلال پیدا کردن به همین راحتی ها که نیست، سخته. باید بتونی پدر خودتو در بیاری تا بتونی و باید واقعا به خودت هم ثابت شده باشه که تو بتونی از پس زندگیت بر بیای. مثلا چه میدونم قبلش 4 تا جا خرید کرده آره. باشی خودت تنهایی، 4 تا دونه قبض پرداخت کرده باشی تنهایی زندگی کردن که به همین سادگی هم نیستش آره. میدونی یعنی به خودت هم انقدر باید این موضوع ثابت شده و باورپذیر باشه که وقتی میری میگی خب اونا هم بپذیرن. ولی تو چه میدونم وقتی داری پول تو جیبی تو از بابا مامانت میگیری بعد از اونورم داری مخالفت میکنی، خب معلومه که نمیذارن. تو داری تو قلمرو اونا زندگی میکنی. بله. بعد یه چیزی هم در مورد خانواده و قلمرو بگم. ناگهان دقیقاً قلمرو شما تو خانواده تو خانه پدر مادر داری زندگی میکنی، هیچ حقی در اون خونه نداری واقعیت شو بخواد. صاحب اون خونه کس دیگه ایه و قانون گذارش کس دیگه ایه. حق داره که برات قانون بذاره. اگه میخوای اون قانون رو رعایت نکنی نمیتونی تو اون خونه رعایت نکنی، باید جدا شی و بری سر زندگی خودت این کار انجام بدی. اون پدر حق داره که بدونه کی ساعت چند میره، کی ساعت چند میاد تو خونش. کاروانسرا که نیست واقعیت. آره. یه ذره سخته این داستان. پس بهتره که زودتر جدا شی از خونه. بری یه خونه بگیری، بعد اون وقته که تازه احترام و متوجه میشی، تازه حس پدر مادر داشتم اینه چقدر قشنگم هست، اتفاقا چقدر هم دوستشون داری. آره. چون دیر به دیرم امکان داره ببینیشون، هفته شاید یه بار دو هفته یه بار میبینیشون، میری سر میزنی با احترام به عنوان یه مهمون میری پیشون. خیلی هم لذت بخش، خیلی هم قشنگتر واقعا. آره. ولی باید بجنگی. آره واقعا باید بجنگی. بجنگی ثابت کنی خودت. نگرانم که کلمه اشتباه برداشته شه. بجنگی من دعوا کنم با چاقو هم دیگه بزنم. نه نه نه، جنگیدن فیزیکی واقعا نیستش. میگم این جنگیدنه دقیقا معنای اینه که خودت رو ثابت کنی و مهمتر از همه به باورهای خودت باور داشته باشی. دیدی یعنی خودت هم به این نتیجه برسی که میتونی این کار رو انجام بدی. من فکر میکنم که خیلی جلسه تراپی مستقیم و محکمی داشتیم این جلسه و کوتاه، خیلی هم خوب و عالیه. بیا یه سری راهکار ریز بدیم برای من آخرین عنوان الانمون باشه، آخرین یعنی استپمون باشه، چی میگن بهش آخرین چی بود؟ همون آخرین هم چیچیمون باشه. آره. بیا در مورد یه سری راهکار حرف بزنیم، راهکارهای کوچیک. مثال میگم مشکلات رو بیا بررسی کنیم، مثل مثلا 8 شبه چه راهکاری داری واسش؟ وقتی پدر مادر میگن 8 شب بیا خونه، بعد چی کار کنیم؟ تو چه سنی؟ همین الان اصلا فرق 20 سالگی تا 30 سالگی کلن از 20 تا 30 داریم حرف میزنیم. ببین میخوام بگم حرف بزنین، ولی آخه حرف زدنم جواب نمیده. مثلا یه چیزی بگم ببخش، اگه 30 سال به بالا هستید و هنوز خونه جدا نشدید که برید پیش تراپیست. جدی دارم میگم لطفا برید پیش تراپیست. جانم شما کجا؟ شما خیلی میشه تراپیست حسین اینو بگی تو کشور ما یه ذره فرق میکنه. من به نظرم فرق میکنه. نه تو کشور ما یه ذره فرق میکنه. من نظرمو گفتم. اوکی من مخالفم با تو. مخالفت کن. آره. بفهمین حالا من 8 شب نمیتونم. به من پدر مادرم میگن 8 شب به بعد نباید دیر کنی بیای خونه، چیکار کنم باهاشون؟ ببین بذار بهت بگم، خوشبینانه ترین و بهترین راه حل به نظر اینه که باهاشون حرف بزنی و براشون توضیح بدی که حالا من فلانجا، من برای توضیح میدم که دارم فلانجا میرم، مثلا حتی اینم لوکیشن جایی که دارم میرم، تو خواستی زنگ بزن من جواب تو میدم، اطمینانه رو بهشون بدیم. خب ممکنه بازم بگن نه آفرین من بهت بگم نه نه من الان میگم اوکی من به تو اجازه میدم که بری زنگ بزن ببینم، ویدیو کال کن ببینم کجایی، چی کار میکنی؟ نمیکنم. چی میگی؟ جواب چی؟ ببین انقدر از این چیز دور شدم، از این بازه سنی دور شدم. بگو جواب من اینه که شما اگر به من اطمینان دارید این حرفو نمیزدید. این یعنی اونو باید زیر سوال ببری، یعنی اون پدر مادر رو باید واقعی زیر سوال برد که تو به من اطمینان نداری. اون میگه بله بهت اطمینان ندارم، ویدیو کال میخوای اونجا میری میزنیش. میدونی خیلی سخته. اتفاقا میگم نمیتونی راه. میگم بجنگی دعوا، اونجاست که دعوا میکنی. مثال میگم تو اگر دیگه به این لول برسه که نذاره تو بری، اونجاست که قهر میکنی. مثال دو روز صحبت نمیکنی با پدر مادرت. واقعا یه راهه. من بیشتر به این لول برسه حرف نمیزنی باهاشون. مامانم میشست یه گوشه و فقط من نگاه میکرد و میگفت میدونی ساعت چنده. اگه مطمئنی که مثلا کاری که اونا دارن میکنن اشتباهه، واقعا نمیدونم خیلی خیلی مرز سختیه،
میتونی باهاشون مثلا دور صحبت نکنی، اونا اگه تو هم اشتباه کنی اونا هم یه جور دیگه برخورد میکنن. سعی کن اشتباه نکنی. اگه واقعا اون چیزی که گفتی درسته، اونجایی که میخواستی بری واقعا همونجا بوده، من دارم رو شفافیت حرف میزنم. و اگه به مشکل خوردی اینجوریه که درست حرف نمیزنی و حرف نزدن اذیت میکنه آدم رو، بعد میشی صحبت میکنی، اونجاست که توی لول غیر خشم با هم حرف میزنی. مثلا میاد میگه که خب من الان درست حرف نزدیم با هم دیگه به خاطر اینکه شما خیلی غیر منطقی با من حرف زدیم. و منطق میشید با هم صحبت میکنید. لیول مختلف زیاد داره، سختش نکن. اگه در مورد این یه دونه 40 دقیقه در مورد یه دونه سوال رو افزایی برم، آخه من اتفاقا دوست ندارم که راه کار بدیم، به خاطر اینکه هر خانواده با خانواده دیگه فرق میکنن. هر بله بله صد درصد نمیتونی خیلی کلی بگی، صد درصد. به خاطر همین به نظرم راه کار ندیم. خب راه کار ندیم، مثال نمیتونیم بزنیم، حرف بزنیم با هم دیگه در مورد اصلا دمولو خود بود. تو چی کار کنی؟ آقا من یک چیزی انقدر موشکافی میکنی میری ریز میکنی من روانشناسی به خاطر این کارو میکنه. اولا به هم با احتیاط میخوام بگم، به خاطر اینکه نمیتونم نسخه صادر کنم. ما نسخه صادر نمیکنیم، برنامه‌مونه. از اولش هم گفتیم اینجا نظر ما دوتاست و میتونید نظر ما رو اعمال نکنید 100%. ما نظرمون رو میدیم روی همه چی. اگه راهکاره، راهکار نظر ماست قطعا. ما نه دکتریم نه چیزی، اینو همیشه من میگم. خب بفهمه. خب توی لول بعدی من مثلا میام بهت میگم که من بابا من میخوام جدا شم از خونه، میخوام برم تنها زندگی کنم. خب من چی میگم؟ تو چی میگی به تو پدری الان مثلا؟ من میگم غلط کردی، نمیتونی آفرین. حالا بگو چیکار کنیم به نظرت؟ خب چهار تا جا خودمو ثابت میکنم. یه سری چه میگم سر کار میرم میگم آقا جان من الان دارم اینقدر درآمد دارم، دیدی پس میشه، من الان فلان سمتو دارم توی اون جایی که دارم کار میکنم، چون دو نفر آدم زیر دستم، من دارم به فلان کس آموزش میدم، پس میتونم اول پس زندگیم بر بیام. آفرین، پس میشه ثابت کردن. یعنی تو اگه مثلا میخوای جداشی از خونه، اینجوری نیستش که بری به بابات شب بگی که من میخوام جداشم، پس فردا بگی که آفرین پسر گانم جدا شو. این مرحله طولانیه، خیلی طول میکشه که این اتفاق ببخشید. آره خیلی طول میکشه، خیلی طول میکشه این اتفاق بیفته. تو هم انتظارتو بیار پایین. اول از همه شریک کن خودتو، ثابت کنی از نظر مالی، جدا کن خودتو، استقلال پیدا کن، بتون ثابت کن به پدر مادرت که من میتونم پس خودم بر بیام. یه چهار جا به جای اینکه سوار خانواده بشی، حتی خرید کن برای خانواده بدون اینکه پولشو بگیری. برو خونه با دست پر، با دست پر. بعد بابات میبینه که تو دارید من خودت خرج میکنی و تو مغزش میفته، میبینه که این داره پس خودش برمیاد، یعنی میتونه خونه رو بچرخونه. آخه یه سری هم هست فقط بعد از یه سال یهو میگه که من میخوام جداشم و میبینه که جدا شدی رفت، اصلا نفهمیدی چی شد. این نرم نرم اتفاق میفته به نظرم. میگم باید استپای قبلی رو با موفقیت گذرونده باشی که وقتی به این مرحله میرسی حرفی واسه گفتن داشته باشی. بله. اگه نه که خب برای رسیدن به هر چیزی، هر چیزی صبر و نیازه. این که در نمودش حرف میزنیم که دیگه خیلی بیشتر از هر چیزی حتی صبر میخواد. واقعا مثلا جدا شدن یه پروسه شاید 2-3 ساله باشه، سخته واقعا. حتی اون 8 شبی که داریم دوامش حرف میزنیم، حتی لباس بگم بهت دوام دوست پسر دوست دختر دارم، یا هر چیزی رو صبر میخواد. باید یواش یواش واسهش برنامه‌ریزی کنی و خودتو ثابت کنی. دقیقا. و یعنی پدر مادر دیوونه نیستن، اونا خوبیه ما رو میخوان، اونا میخوان مطمئن باشن که میتونیم پس خودمون بر بیان، به خاطر همینه با همون مبارزه میکنن و خیلی هم سخت تغییر میکنن. نظرشون اینه چیه؟ نظرشون اینه که اگه تو جنگ با من پیروز بشی، تو جنگ با جامعه پیروز خواهی شد، به خاطر همینه باید باشون بجنگید. آره راست میگی، شاید تو ناخودآگاهشون اینم هستش که اگه تو تونستی بله روی منو کم کنی، میتونی بری تو جامعه هم حرفی داشته باشی. دقیقاً همینه، دقیقاً همینه. آره ولی میگم باز این جنگه سوء برداشت، جنگ چاقو نیست بچه. آره خب خیلی هم عالی، مزرم هم مفید و عالی بود. بریم دستتون درد نکنین، نامی کنین. ما یادم رفت اول برنامه بگیم که لطفاً لایکمون کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین تا بیشتر دیده بشیم. تو کست باکس چی گفتم؟ ما تو کست باکس هم هستیم و تمام پلتفرمایی که توشون پادکست پلی میشه. خوشحال میشم که تو اونجا هم اگه دوست داشتین، یعنی اگه نخواستین تصویر ببینین، اونجا میتونین صدای ما رو
گوش بدین و پادکستمون رو گوش بدین. دقیقا همین برنامه است، همین چیزیه که دارین نگاه کنین، فقط صداش جدا شده، اونجا میتونید گوش کنین. دمتون گرم، ما رو میبینید، مرسی، واقعا انرژی میدید بهمون، چاکرین. مرسی مرسی مرسی، خدافظ.